تو بریم سامیه پیشه دیگه. نه آقا به اسم من نه که مرد حسابی من کجا هم جاموزی شکید گرفته؟ به اسم چی؟ رحمان ثابت فر فرم داره با رحمان ثابت چی؟ پیشان درست خب ببین من که درصد مرصد که حالی نی ولی تا اونجا که میدونم این پای شبش از لگن منحرف شده یه خود آشکارا لنگ میزن پا داره بابا یه خود فرم موقع را رفتم پاشون میدهشون نیشن ها؟ ببینید در مورد کارت جانبازی من اطلاعات دقیق دارم. الو داری صدامو؟ بله عرض میکردم که یه نظری کردم ولی یعنی یه حب افتاد به دلم گفتم انشاءالله شما رضایت بدید این کار انجام بشه. هر سال موقعی ولادت آقا امام رضا همه اتاقای هتل یک هفته مجانی میذاریم در اختیار زائرای حرم بشه. نه بله زائرای محتاج میشه. میفهمم آشکار منم از جنس خودتونم. منم جبهه رفتم جنگیدم فقط به اندازه پسر بزرگوار شما سعادت نداشتم که شهید بشم. ای سر منم در حد یه پا بود که دادم تو این راه. خواهش میکنم شما اجازه بدید من خدمت برسم رو در رو صحبت کنم. بشم نه خواهش میکنم بهتون باعث افتخار بنده است. بعد خواهم الو میاد صدا کنم میاد جان. آقا جان نمیشه رضایت نمیده که نمیتونم بیشتر از این ما رو مذیعت کنم. آقا قلبش ناخوش خدا شاهده. کی؟ نه آقا برارم زن نداشت. خب وقتی زن نداشت بچه هم نداشت که بخوای باش حرف بزنی دیگه. او که باش حرف بزنی پسر بزرگی من بی نه برار خدا بیا موزا. برارم خیلی کم سن بود که شهید سال 64 21 سالش بود. خدا مرداری شما چشم ماما گم بش فقط تو رو خدا اینقدر اصرار میگم اینقدر اصرار. الو ندا صدا من میاد. الو میاد داشتم میگفتم او حیف شد دیگه با ما نمیدونی مشهر ما رسیدیم دیگه هتلی منو بابا چیه اینقدر چسبیدی به اون شوهرت آخه خیلی بهش رو میدی به مرد جمعت نباس رو داد که قربونه اون کار داشته چی؟ دو روز حالا به مادر سر نمیزدی آسایش شد میگم دو روز به مادر. الو سلمانه الو من قد نکردم قد شد میگم من قد نکردم اینجا آنزل نداره. مجید مگه نگفتم زنی نزم گفتم زنی نزم بسید چند روز با بچم راحت باشم. زنی نزنی جوابتو نمیدم زنی نزم. بله رسیدیم مشهدی من رو باتلیم چی میگی؟ سیامک پیشم من نیست گوشی رو بدم. میگم سیامک پیشم نیست گوشی رو بدم بهش. میگه الو الحمدلله خدا رو شکر یعنی همه تک تک اینا به نیابت زیارت اومدن. او به خدا با بزرگ و حسینوس اصلا وقت نمیکنن یه سر برن حرم. چی آخه سیام تو کلا دو سه تا نصف روز میخوام برم سه تا خونه خونه رو ادنامو که کردن سند بزنن دیگه نزدیک هم از اون این نیست خواهم راسته پشت حرمه. نه بابا به این راحتی هم که نیستش که این مجوز تخریب ساخته اینقدر کار میبره. نرگس شما رو اینجوری نمیشه که وام گرفتن آقا رحمان خودش کلی نامه نگاری داد. ببین اصلا نرگس نکن آقا رحمان واسه باب جانبازی سریع کارا رو نکنه کلا به مادر باب مشا درکی بل حالا یه هتل معمولی می‌سازم با اتاقای کمتر. شما اینجا فایده نداره. بابا چه فرقی می‌کنه؟ مهم اینه که اینجا یه هتل بسازم. اینجا مسافر زیاد نمی، مسافرایی که دنبال جای ارزونن خدا خیلی بیشتره. یه هتل ارزون قیمت 400 تا 600 تا. بابا دبی مگه 5 ستاره می‌سازم؟ نرگس تو چقدر سادی؟ بابا اونجا یه بزرگ می‌خواد پول زیاد می‌خواد مگه علکی می‌خوام تو. الو بابا شناسنامه‌ای نیست که.
نرگس الو بیا الو ندا چطوری؟ یادم باشه الو باشه الو داری صدامو؟ خب من دارم صداتون تو داری صدام الو چطوری؟ ببینم سرسده به مامان عزیز من زنگ به چه درد؟ به خودم زنگ میزنم خب یه سمی رفتی واسه عشقا دیگه خیلی خوب بگو کنم بگو کنم حالی شتو خب خدا رو شما چی؟ کدوم دارو؟ آها باشه باشه من میگم به بابا حتما چی میخواد؟ بابا خود میادی میورد دیگه حالی من باید درد درد دنبالش رو گرم بخواد گرم بس میکنی یا نه؟ میگم ولی چه کار خوبی کردی سیام مهتم آوردی هرگز بابا نمیومد که مجیدم اجازهش رو نمیداد بازو برشم با برای چی باشه دیگه مرد واسه خودش دیگه 18 سال دیگه بیا 18 دیگه اصلا خودش میخواد باباش کلا نمیتونه حرف بزنه خانجا من خودم خواستم بابام زندگی کنم الانم خودم خواستم با مامانم اومدم آخ ببخشید من به شما میگم خالی نه که جای اکرم خانومو گرفتی منم عادت کردم سیام مهتم باز زود برگردی باز زود برگرد امتحان داره با واسه تو بسون چه امتحانی ترجیح چطوری نه بابا شوخی میکنه یه چیزه کلاس زبان میره امتحان فاینال داره پایان ترم. چرا تو رو خود مریض دو روز اومدی مسافر حرف مجید و اینا. حالا شما شروع کردی را. سیام جون قربونت برم. ببخشید ببین به اون اکرم خانم میگی خاله قربونت برم به من نمیگی یا بگم من 17 18 سال از اون اکرم خانم کوچیک‌ترم. تازه فکر کنم یه سال مامانت هم کوچیک‌تر باشم قربونت به من نگو خاله به من بگو مرزی جون. چه بهتر هم سن مادرم میگی پس میتونم بهت بگم خاله. اصلا میخوام بهت بگم مامان. ای مرزی جون تو با شوخی میکنه بابا. اگه تو با من نمیفهمم این بعدش هم اتاق یه تفته کاری نداشتم کلا دو روز اینجا هم جمع میکنیم یه هفته ده روز میریم اونجا دیگه چه کاریه سیروس شما دو تا اتاق دو تخته میگیرید یه زن پول بیشتر میدید در عوض راحت بودید چقدر قور میزنی من چرا باید پول بدم واسه تختی که قرار خالی بمونه سیروس همین یه بار اومدی مسافرت اولی بار نه مرزی خانم چرا انقدر سخت میگیری صبح تا شب که مسلما بیرون از هتل دیگه دو شب خواب شب تو هتل ان شاءالله تعامل کنید یکم خونه ها رو تعویض میگیریم میریم اونجا حالا دیگه وضعیت سخت نگیر میریم والا به خدا نگه چون کلا سیروس دست دلش میلرزه واسه پول خرج کردن والا به خدا اصلا اون یه تاش چقدر میشه من پولشو خودم بدم والا آقا رحمه غریبه نیستی سیروس کلا دار و نداشت رو جمع کرد کردیم من یخشار سایب بای سایب ماکروفه چند هم سرویس چوب گردو برای اجازه ندا خانم به ما که بینام اگر چی به تو داده؟ از حق تو داد؟ کی اصلا تو بولن شما بیا اینجا؟ برس بعد در تو باز کن چطور صحبت کردن با بزرگتر تو جمعه؟ بگی جلو در اینو دیگه بره بیرون بیرم ایشو بیا بیرم بره بیرون ببخشی چاسه مرسی خود چه سیروس خودش بینه من اصلا جایی جلو خوابم نمیدارم عزیز من قربونت برم واسه اینکه شما تو خونه خودمون صبح تا شب خونه نشستی اما اینجا بیرون میری گردش میری من هستم بچه ها هستن امام رضا از کفتر داره خسته میشه شبا زود خوابه میبره خب هم خوابیدن هست به قضیه است دیگه نه اومدیم مسافرت استراحت کن سانوز بیار به سیامک پس اندار برو مرزی چرا سخت میگیری اومدیم مسافرت بگردیم تفریح کنیم بابا میخواستیم بخوابیم همونجا کرش کنه همون گرفته بودیم خوابیده بودیم دیگه اینجا رو اومدیم جنگی شو شما کار داری برو بابا سیروس 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 من با نوید راحت سه با تو قرار نوید نوید میکنه خب پسر من پسر تو هم هست دیگه سیروس پسرم من همش هفتش سر از اون بزرگترم سیروس سیروس شو من نگاه ببین من میخوام برم بیام یه واسه بس کنم توش بگم تو کار درست بگو خب نرزی اون کلا دو روز اینجا می زهرمون نکن باشه باشه سیروس درست اتاق ببین باشه کیفی داره آدم جلوی این پنجره وایس رو به گنبد آقا نگاه میگم سیروس حیفه اونا رو خراب کنیم چه حیفی بدا جم
ببین اینجوری یه دونه پنجره با میشه رو به حرم، اما اونجوری یهو 40-45 تا پنجره هتل همه با میشه رو به حرم. چه خبره 40-45 تا؟ بابا یه چیز جمع و جور میسازیم، هرچی سرمایه‌مون جواب بده. همون اینجوری فایده نداره. چرا؟ ببین ما باید یه هتل لوکس بسازیم. تو فقط تنبلی نکن بیفت دنبال وام از طریق بنیاد جانبازا. من بهت قول میدم همینجا وسط مشهد برات یه هتل میسازم شما. آره اومه نارو ما شدیم تنبل. نه یه هم بحث تنبلی نیست که من نمیتونم این موقعیت هم سوء استفاده کنم. قول ندارم من آدم این داستانه نیستم. چه داستان فداشنه حرفش تو داری میزنی؟ من میخوام اینو بدونم، تو چند سال رفتی دور از خانواده جنگیدی؟ جسم تو، سلامتی تو، روح تو داری، پا تو دادی؟ یعنی تو داره دنیا داره وام هم داری؟ نه سی و سر رو به روح آقا دوباره شروع نکنه. این اساساشون رو که میخوام ببرن گفتن که سمسار بیاد یه هفته در روز دیگه جمع کنه ببرن. چی شد؟ چی؟ این حساب کتابا قصه سنده بود. آه، سنده اینجا که امروز شروع زنیم تمام شد رفت. سند خونه بغلی گردم فردا بزنیم اونو بشه. خونه پشتی جواب تلفن داد مانده که بیشتر من هر چی زنگ میزنم پاسخگو نیست. حتی یه چند باری هم در خونه شون رفتم و یکبار آب شده رفت تو زمین. اما این بمب یه سر کوچه میگفت مثل که پیرزن صابون آرش بده بیمارستان بده مرد عمر خلاص. خب این پیرزن آرش بده اگه خونه وسطی نشه چی دیگه؟ چی نشه مثل کنه چسبیدم بهشون مگه میذارم نشه بچه شدی؟ خودت میدونی والله من چی بگم. ببین یه زنگ بزن بچه‌ها بگو وسایل رو جمع جور کنن فردا دیگه اتاق هتل رو تعمیر بدیم. ببین من اینجا بزرگه یه در 12 روزم میتونیم بمونیم بچه‌ها رو. رامو قبلش باید خریدم بریم ها. یعنی چی؟ بابا زغال و کباب و جوجه اشغالی که بوسی نمیده بابا بگه باید شما باشه اصلا اینجا علاقه شما هم داره بگه شما تو با این محاسن شرورک ببوشی بگه بوشه بارکن میشه کباب بزنی من عکس میگیرم منتجه بکنم مهمونیه برو من تو مهمونه من یه شب که هزار شب نمیشه خسیس که خب یه زنگ بزن بچه ها بگو شب دیگه میرسیم اوتلا این حساب ها پاتیه بشین ردیبش کنیم بچه ها هتل نیستن گمه رفتن حرم بیا ما بریم اصلا نرفتیم اونو تو با ماشین چیه بیدو قدم پیاده بریم بیا باش 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 صحبت هم از گرد. آقا من میگم که شما این مادره تو بازی بکن فدا شد. چی؟ چی؟ که این مرخص میشن اشراب را. نه نه من که دعاگو هستم. آقا نه من منظورم اینه که ما به اعتبار حرف شما کلشمون زندگی رو ول کردیم. ما دیم اینجا کاره سند و اینا رو انجام میدیم برگردیم. بابا ولش رو بمیش گیر میدیم. آقا نه. شما اصلا اومده اردو سیارتی بسنم. بابا هر میدم به شما خودم گذروندم این روزا رو. آره آره. آقا من نه زنگ میزنم نه پیامک میدم. خوبه منتظر خبر شما. نه نه با شما نه. منتظر خبر شما میمونم. آقا فقط دستمون رو نذارید تو پوزگیر رو. فدا شما. چاکرم. قربون شما ارادت. مخلصم خدافظ خدافظ. من مردم مزار لعنت. سیروس داره بازارگرمی میکنه تو نفهمیدی؟ همون دیگه صد بار زنگ میزنی التماس میکنی طرف فقط داغ شما نمیذاره داره بهش زنگ بزن. دیگه تو از این چی خبر نداری همجوری فکر تو باز کردی؟ طرف میگه مادرم راضی نمیشه خونه رو بفروشه. میگه اون خونه پر از خاطرات پسر شهیدم مرز یه بابا موزایی. سیروس سیروس کار رحمان راضی کردن پیرزنه کار تو نی؟ حرف رو زدی؟ رحمان اصلا حرف زدن بلده روابط اجتماعی داره؟ سیروس رحمان با اون پاش پاشه بره پیش پیرزنه. پیرزنه ببینه این پاش اینجوریه بفهمه رفت جنگ جنگ پاش اینجور شده جانباز جنگه. به جان خودم احساساتی میشه کلا رضایت بده. ببین کی گفت تو شیطونو درس میدی ها بابا. این بدم نمیگه آیما میتونی برفه یکی گوش کنی حال کرده سیروس باشه میگم بهش فقط این بر وسیله های من از تو همون مردم که بره بس جمع میکنم خسته نشده اینقدر این گوشی رو درس گرفتی چشا ضعیف نشد من برم به این رحمان بگم باید چه خواست باشه برو قربونه داشته بگو مگه تو نمود پشت جمع خودتو دیگه چسبی به این تخت
الو الو چطوری خوبی؟ مامان سیده چه اینجوری میکنه؟ هم سیده هم شیده دیروز بهشون زن اونجاست؟ روشه بده بهشون الو سیده جان مامان چطوری؟ من هم به تو زنگ زدم هم به مامان جان ساعتو بیار پایین او رو سگی منو دوباره نگیر بارم میگم ساعتا این احمد نداز تو سر خوابت بگی چیکار کردم؟ دوستی رو نکردم شوهر کردم بخاطر شما کردم تو یه بچه بچه غلط میکنی واسه من الو الو دخترها بیادبن ها نه به بیادبه تو آخه چه معنی داره تو دختر 16 ساله اینجوری با مادرشون حرف میزنن ببینی چرا؟ چون هیچ وقت هیچ آدم درستی نبوده درست نصیحتش میکنه اوه نه بابا نکنه میخوای تو نصیحتشون کنی ببین شاسه تو همون عمت رو نصیحت کنی منر کردی قربونت بعدش هم بپایی موقع دختره این من تو رو نصیحت نکنم آخه ما بچه اون پایین ماینا اینفو که نصیحت کنیم بعد نصیحت میکنیم حالا تیرفت نمیشه بعید هم نیست دخترهای تو هم دیگه آره تو خوبی میگم راستی این چه آتکلونیه با خودت میزنی؟ گوش خوبه فکر کنم گرونه خودت پولشو دادی؟ ببین شازه بذار گوشنت کنم ما کل خاندانمون اون پهه میدادیم الان یه چند وقتی از طرف سر سیروس داریم به اتکلون مارک میدیم میخواست اینو بشنوی؟ شنید دیگه هرگی برو بیدیم برو گم شو بیرون گم شو الو الو یه مقدار چه زودتر نگفته خب اگه ایشان بیاد صحبت کنه خیلی بهتر خیلی بهتر میرم ما گم چش فقط تو رو خدا اینقدر اصرار نکن میگم اینقدر اصرار الو 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 لا 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 نرگس جون قربونه دارم من میتونم این دو دقیقه اینجا دوش بگیرم آره برو خاطر چیم؟ سانستی؟ نه رفته دوره هرم واسه دوستاش سوقاتی بگیره برو دیگه بابا نرگس به خود من رو نمیشه دیگه تو رو داغ برم دوش بگیرم دیگه نمیدید همین دور ترپ شده رو اون در رو نمیخوره به خدا آقا رحمان سیروس هم رفتم باید برای حساب گیده بهش میگم بابا پشت برو پایین من خواهی دوش بگیرم لباس از حالا بگم خیلی خب مرزی جون باید کنین حرفا رو برو دوش بگیریش که اینجا کاری نداره برو دیگه ببین نه اینکه مثلا میاد دم همون سرک پرک میکشه نه من کلا عادت دارم ببین ندا که ازدواج کردم نوید خونه است من دوشته چرا؟ بلکن مرزی جون این حرفا رو من ساعت 2 میخوام اتاقو تحویل بدم دیر میشه برو دیگه زودتر میگم بیا دیگه سلام ای وای قربونت اومدی ببین من 2 دقیقه دوش میگیرم میام دختر صدا کردم این هولر رو من دوست بهت جانم از گرفتی این چرا اتاق خودشون نرفتن چه میدونم میگه نوید اونجاست من معذبم برم دوش بگیرم یک نیست بگی کی با تو کار داره بابا کسافت دوباره اینو موضوع بفهمه به همه چیه؟ نه یه سو هنوز نفهمیدی؟ این از نوید خوشش نمیاد میخواد جلومو خرابش کنه به ما چه؟ سانوز تو چته؟ هیچی فقط ازش خوشم نمیاد همین سهم منم در حدی یه پا بود که دادم تو این راه بله شما بله خواهش بودم ببخشید ببخشید بله بله من نگاه کنم من نگاه کنم بله بله ببین این قضیه رو شروع بسی به همون گفتیم بله 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 بله
بله بله حتما حتما خواهش می‌کنم به خدا سپردم. خدا سپردن چه بگو بابا چی میگی از اون پاتو تکو میدی نفهمیدی تو حرفا رو گوش بعد به اون بزنی به من میزنی به اون نمیزنی بابا نفس حرفا پرید اسم چی شد رو ولش کو بیا آره بابا گفت بیا خدا این پیرزن رو راضی کن فدات شم ببین این خونه دقیقاً وسط اون دو تا خونه است اگه این خونه نشون دو تا خونه هم هتل هتل باشه شما نبودی تو کرج میگفتی من سه تا خونه هم صحبت کردم همین چی حل این من با این پسر صاحب خونه صحبت کردم اصلا خودش گفت من عکس سند خونه رو تو تلگرام میکنم من چه میدونستم میخواد با من مول داره مادر میگه من راضی نیستم میگه وقتی من سرمو گذاشتم زمین مردم اون موقع بپوشم اما من نه حرف عالی نیست فرزاد جان تو راضی شو وای این آج خانو میگه من خاطرات پسر شهیدم تو اون خونه دل خوشم چه میدونم با دو بچه بوده با داداشش آبازی میکرده اونجا یا از اون در زیر برار ردش کردم رفت جرمه حقم داره سیروز حقم داره چیه رو میخواد بامبول در بیاره قیمت خونه رو ببره اونه داره چی میگی سیروز یا پیره سر بدبخته که پاش لبه گوره دل خوشش همین چیزاست دیگه اما چته تو نکنه کنه بیخیال شدی ها اون از پشت گوش انداختن وام برای جون بنیاد جانبازی اینم از این سیروز هم هرس نخور بگی بشین تو اول سکته میکنی بگی بشین من میرم خودم صحبت میکنم همه شو درست باید تو صحبت بکنم دیگه بعد چی شده؟ رمون چی؟ اتاقا تحبیل دادو آره من اتاقا تحبیل برای بکر مرزی کجا باز؟ جلو آینه داره میماده من برم اینو بیارم نرم این همجوری میماده سیروزو بیا یا همون اینجا بده خب؟ اون جالت بگش نگاه نکنی یا بیتر بیا سیمک بیمون حرف نه
راجع به مجروحیتش و اون پسر شهید بنده خدا صحبت کردم. اسم اون خود رحمان. خودش قدر این جماعت رو میدونه دیگه. من اگه این خاک بر سر از سوگوشیش بجوشونم بیارم اینجا همه شو اوکی. تو اون کیک رو بذاری از شما بدش ایسیت مونن اون آدمش کنم بیارم. نبیریم. سنت جون. ریمل داری؟ ولی من اصلا نگاه هیچی نداره. نه اصلا من نیوردم. موجات برده بیده نه؟ موجای خودم مرزی خانی. آها باش مانو خود چاره اکرام خانی به خدا این کیک من The number you have dialed is busy now. Please try again later. نوید جان بابا من این پولو واریز کردم. ببینو من. نه. نیمان. نه دیگه. رسیدی چون گوشیه من رسیدو میگه نیمان. بو. نه. بابا من با این پول برام خرید؟ با این پولی که الان تو ریختی تو این گرونه طبعا من چه غلطی باید بکنم؟ برم اول زندگی باید فکر اقتصادی شو بشی دیگه یه حقه سوار بخر جمع جور باشه اینجور بهتر که بسشم بیشتره چطور واسه مرزیه تلویش دستمند سنگین و گنده میگیری؟ حالا به ما کلسی ظریف و نازور با کلاس شو داره؟ با شما شروع کردی؟ من نمیدونم ننی تو چه پدر کشتی که با این مرزی بدبخت بدی؟ آخه چقدر بدبخت اون واقعا پدر من این اومده تو رو تلکه کنه بره چرا نمیخوای بفهمی؟ اون مادر بدبخت هم انگل خاله بخونه بذار بشنوه حالا من به جهنم اون ندای بدبخت رو جلو شوهری سکه یه پول کردی قربونه دارم یه ذریع باشتر هرگی موزه کوچه رو بندش میکنی من که هنوز عقدش نکردم گفتم بگذر این مدت سیقه تو شما راضی نماشی که من عقدش آقا ما راضی نمیشیم
من و ندا هیچ وقت راضی نمیشیم. من چیکار کنم؟ آه تو اگه جای من بودی چیکار میکردی؟ مگه ندیدی؟ جلو چشمت مادر 10 سال آزگار مریضه، قرص میخوره، مش مش قاطی میکنه، عالم آدم به فش میکشه. مگه من خواستم ببرمش آسایش کنم عزیزم؟ دکترش گفت بیار آسایش کنم. دکترش پول گرفت اون نامه رو نوشت به من. نگو نوید، نگو اینجوری پشت سر دکتر رو بعد نفهم ندن گناهه. که مثلا سقراط خورده از این کارا نه. آقا اون سقراط نیست، بقراته. بله همون. ببینم پول آسایشگاه این ماه مالو واریز کردی؟ دارم باید حرف میزنم بابا، پول داده‌هاشو چی؟ واریز میکنم دیگه، سر تو انداختی تو کله. چون اصلا برای مهم نیست، مادر بدبخت منو گذاشتی آسایشگاه زنی جوانتر بگیری دیگه. اجابه بکش، تو حیایی میکنی به مادری از این حرفا میزنی؟ شما که یه بند سرت تو گوشیده چی؟ کم زار و نزار نشدن دختر مردم رو نرسید؟ همین کم لنگه یه خود ببرتنه تو! 22 سالم بود بابام گفت الو و الو، بعد دخترم تو بگیر که از خواهی 4-5 سال بزرگتره. منم تا اومدم سر به جنبونم ننه دوتا بچه شیبه چی ریز شنو که به قول مادر و خواهرش پابند نخونه. چند دمشم کرد؟ همیشه از سر کار میبادم به امیدی یه لبخندی، یه محبتی، یه لطافتی. زن بود دیگه، منم که من پرتبق و یه شونه به بهاش نمیکشید. همیشه با ماهی کس خورده و شلوار چیده گشاد و گلگلی و شکم شاک و پک و برده بند صورت نشسته میمد زار میشه چنو. منم نه با لبخند، لبخند نه، با فوش و شکایت به همه چی. من آدم نبودم. بابا سیروز جون، دو 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 همین اتاق بغلم میشنوم قربونه. سیروس، مثل این آقا رحمود دوباره رفته پیش پیرزنه، سیامک هم با خودش بردی باش حرف بزنه که راضی شده. برو این دختره رو بگیر دست اینو بگیر برم یه حرف سبول بخرم زود برگرم. گفتم قربونه، دار آماده میشه. گفتم نوید جان. یه نوید، نگاه کن منو، حواسو جمع کنه. این موقع دختر سر شیر میره نمونه یه حلقه سنگین قدره چه سبول در خود رو به تو چه ربطی داره؟ من دلم میخواد واسه سرم یه حلقه یکی روی بخرم. تو سر پیاز یا ته پیاز؟ من نه سر پیازم نه ته پیاز، ولی آخه بدبختی تو هم هیچ چوگان در نیستی. میزنم ته پیاز. نبی جان من حاضرم. ساناس فکراتو کردی؟ برای چه اینقدر عجله میکنی؟ خبچی من 3 ماه دارم فکر میکنم. قصه یه موضوع دیروز نیست که، شکی ندارم، دوستش دارم. خیلی خوب باشه، بچه نه مدت به من نگفتی چرا نهی بری همون اولا من بپرسی؟ آبچه من بچه نیستم، 24 سال. هر سالته؟ 3 ماه بچه من قایم کردی؟ خب نفی دوست نداشت کسی بدونه. من هم نخواستم ناراحتش کنم. آبچه ببخشی. تو یه دونه ساناز بشین، گوش کن ببین چی دارم بهت میگم. با مثلا نمیخوام بگم بده یا هرچی، با من ربطی نداره. من فقط میگم این نوید اصلا اصل تن تو نیست. بابا میخوای نوید رو بشناسی بشین پای حرفای مرضیه. چی تو رو خدا اسم این زنی کرد پیش من نیا. من که بهت گفتم این فقط میخواد نوید رو پیش ما خراب کنه. این سن از ریشه خراب آبجی نبود نمیومد بشه زن دوم آقا سیروس، نمیومد بشه هاوی اکرم خانو. بگو آخه زن تو مادر دوتا دختر تو گلی 16 ساله خجالت. یعنی چی؟ یعنی هر کی مادر بچه 16 ساله حق زندگی نداره؟ حق عاشق شدن نداره؟ هرگز چی میگی؟ عاشق؟ بی خود کرده زنی که من دومه اینو قیچی میکنم، یه کاری میکنم آقا سیروس بفرستش بده. اون سالاز من اصلا اونو نمیگم، با اون کار ندارم، کلی میگم. هرچی حق بده من ترخه، یعنی منم حق قیچی ندارم دست برم. آیا چی تو هم خدا علکی گندشتم و تو نهد منم حرف نزار. آخه قربونت برم، تو داری خودتو با اون مقایسه میکنی؟ تو تحصیل کرده ای، اون اصلا معلوم نیست دو تا کلاس درس خونده یا نخونده. معلوم نیست از کجا کجا دوام میاری خونه. خب سانا صبر کنید، به خود چرا انقدر عجله میکنی بابا؟ خب صبر کن، به اونم میگیم یه خورده صبر میکنن. ساناز جان، ساناز جان من منتظرم. بریم عزیزم، بریم عزیزم، بریم. آتی فعلا تو شدن من خوشگل شدی. حوالا فرقی بکردم. چرا فرق کردی؟ چشمات داره. خب دارم با آرزو میرسم دیگه. من میشتم بفهم. به 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 شازده دماد کله کله ها، میشاله که خوشبخت شی. با جون جونی نگاه میکنی، میشی بابا خوشبخت میشی از من. نرگس تو چه اینجوری دخترم؟ ها نگران سانازی بابا، علکی نگران اون نباشم. من بپرس ببین، اینجور پسرها ازدواج که میکنن آدم میشن. درست همون یه سال اول آدم میشن و دوره همون گویی که همیشه بودن میشن. ولی خب اصلا خیلی هست. تو راست شدی یه چیزی ترست. چه ده؟
سن است، بله. ولی آج خانم فکرشو بکنید، همون خونه‌ای که پسر شهیدتون توش بزرگ شده بشه هتلی که پذیرای زائرای ما هست. به خدا ثواب داره. بله چون میفهمم. آج خانم میفهمم. من خودم تو جبهه بودم. 40 تا از همین عزیزا جلوی چشم تو بغلم شهید شدن آج خانم. ببخشید من از روی عادت بهتون میگم آج خانم. والا خبر نداشتم که مشرف نشدین سفر حج. نه شما که نمیدونم چی برای بودی آشما شما 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 رو با آقا رحمان شنیدم حقیقتا یه دعایی کردم از دلم دلم نیمد بهتون نگم آره آره دعا کردم که شما انشالله به زودی زود مشرف میشه مکه مکردم آشقانون بشین آره و مادر شما یه پیشنهادی به شما دارم اونم اینه که شما اگر اون خونه رو با ما بفروشین انشالله به زودی زود یه پول قلوم سرون به دستتون میگیره شما بدون دردانه مالی انشالله تجربه هایی میشه خدا آره الو خانم جباری بیا پیش خودم چی ارتباطه چی بود گفتی سی روز بابا یک ساعت من دارم صحبت میکنم راضیش کنم تو اومدی گند زدی و همه چی رفت دیگه هر چی رشته بودم پنبه کردی تو لا اله الا الله راضی نشده این پیر زنه ها اینجا شباش سرده به نسبت روزاش. روزاش انقدر گرمه آدم باورش نمیشه شب یه اینجوری سرد شه. مثل حال بعضی از آدم ها که انقدر گرمن یه سرد شدنشون شوکت میکنه. اینجا گرم خوش گلی بود. جای گرم خوش هم اینجوری. تو هم گرم خوشی؟ برو بخواب نرگس دارم حرف میزنم کجا؟ چته؟ چرا اینجوری میکنی؟ برو بگی بخواب شهر درسته کنی؟ خواهم شهر کنم ببینم چی میشه چی میشه؟ شرکت بابامون خراب میشه آبروریزی میشه و خیلی چیزی به درک صدا تو بیار پایین ببین بابات خوابم ها پسرت هم خواهر برو بگی بخواب آره خواهرم خوابه ساناز جان نه ساناز جان چی بیداری بیا کارت دارم ساناز جان نه 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 میخواد بکنی؟ تو چقدر دیتی چرده تو؟ نکنه تو فکر کردی اون حرف همه جدیه تو واقعا فکر کردی من برای خواهر تو رو بگیرم چی؟ بابا اینا واسه من نخواده نشو بگه تو بابا همونه دیگه تو این شرایطی که پیرزن لش گلو با قربونت برم باید یه چیزی بگیم اینا رو کنار هم نگه بگیم شیر نگو خر خودتی زور رفتیم حلقه تنیم بابا بگوشیم مرزی دیشم بگو سر ما مرزی سر مفصیات بزنیم تو به حرف اون اعتماد داری یا من خیلی خوب باشه مرزی زهر میزنه ساناز چی؟ ساناز هم زهر میزنه؟ ساناز باورش شده فکر میکنه واقعی دیگه بابا اینا همش درود واسه اون مترس بفهم خواهش میکنم خیلی خوب باشه مگه نمیگه الکیه مگه نمیگه واسه شراکت بابا همونه بابا منم دختر همون مردم حرف بیمنطق نزن دیگه تو خودت نمیگفتی نمیشه نمیشه آره گفتم نبید همون اول گفتم من به دردت نمیخورم ازت خیلی بزرگترم بچه دارم چی گفتی؟ چی گفت؟ نگفتم این حرف برای من مهم نیست همین من رضا به همین حرفات دو سال زندگی رو پای تو گذاشتم اون من دو سال زندگی رو باید گذاشتم دیگه نرگز
نرگس به نرگس منو نگاه کن گرونه دارم من دیگونم بخوام تو رو بکنم تو یه دو روز به من مهلت بده من به تو قول میدم برسیم کرج همه چی رو درست میکنم نوی چرا جواب پیاممو نمیدی؟ عصبی هم گرونه تا. چرا؟ سر این پیرزنه رو زرد نمیده عصبی میکنه بعد قربونه دارم تو میدونی من عصبی که میشم اسمس نمیدم دارم نمیاد ناراحت شو یه چیزی میگم نوید من الان ناراحتم دیشب اومدی ها خاله من خواستگاری کردی زور رفتین حلقه خریدی من از شب دارم هم میزنگ میزنم حالا میرم تو جامعه بده نمیدی اومدم اینجا میدم چیه میدی همه شده میدی مامان نخوابیدی؟ مامان سیامک من اومدم بالا بالکن یه هوا بخورم بعد همین میگفت من میرم بخوابم دیگه شب بخیر یه دو دقیقه میگه بشین اینجا میخوام باید حرف بزنم کارت دارم سیامان یکم سلام درد بکن خودم فردا باید حرف بزنم الو حاج خانم بله ببخشید مادر جان ببخشید بله من سعادتی فر هستم بله دخترشونم مادر جان میشه ببینم بهتون؟ نه من اصلا نمیخوام حرف فروش خونه رو بزنم زدم بزنی تو دهنم مادر جان میشه تو صحنه حرم ببینم بهتون؟ خودم نوکرتم پولم میگیرنت اصلا ویلچر میگیرم تا دم زری پولش میدم تو رو روح پسر شهیدت بذار ببینم این همه سال ماما مرده مادری کردم برام بابا برای تو هم مادری کردم
خونه زندگی ما ول کردم، اومدم گفتم تو اون خونه هیچی کم نباشه، بابام نره یکی بیاره جای مادرم دل خواهرم بشکنه. اون چرا داره که شلوغش میکنی؟ حرفای من هیچ ربطی به اینا نداره. ربط داره سیامک، ربط داره. پنج سال پیش تو دادگاه تو تخمه چشم نگاه کردی گفتی میخوام با بابام زندگی کنم. گفتم اب نداره. من که نمیتونم بریز به پاشای باباشو براش بکنم بزا بچم باید باشی. تو رو خدا بس کن، زیغ کردی. تقصیر تو دیگه سیامک، بابا کارت میکنه میندازته به جون این بدبخت. خدا احترامتو ندارم. سیامک اون بابا یه بیشرفه، پای تلفن چی بگو اینجوری باشه؟ نرگس میگم اون بابا یه بیشرفه، پای تلفن چی بگو پار شدی؟ مجید نزاش مهره طلاق خوشه برداشون زمین کرد آقا تو خونش چی نگفتی سیامک؟ گفتی بابا به مرد حق داره. میدونی چرا؟ چون جایی بزرگ شدی، قاضی آدمایی بزرگ شدی که میگن زن حق هیچی نداره. خفشو چی میفهمیدم؟ یه های ساناز یه بار بهش میگی کجا میری چی کار میکنی؟ بابا یه بار فقط یه بار گفتی دختر تو هم آدمی تو هم دل داری. سیامک اون ساکی تو برد بریم بابا و پرواز جا بریم یه سلام اگه بشه بدون حرم اون ساکی تو برد دار بچه اون تو حرم بپسه The number you have dialed is busy now. Please try again later. پشتم بده بیرا گفتی چیو درست میکنی؟ چیو برسیم کرج؟ ساناز گفت فردا صبح تو صحن حرم قرار صیغه عقد بخونی. نوید گیرم عالم آدم رو گول بزنی، خدا رو هم میتونی گول بزنی؟ توی نردس جان من صد بار این آخرها تو پیامام هم بهت گفتم من و تو نمیتونیم با این موقعیت تو و خیلی چیزهای دیگه با هم بمونیم. تو هم قبول داشتی من رو نفهم چی شده و غیر منطقی شده. دو سال پیش هر یکی چیز دیگه. دو سال پیش من گوه خوردم خوبه؟ نوید جان تو رو خدا تموم کنه قضیه. بابا من تموم کردم تو چسبیدی ول نمیکنی دیگه. ببین قضیه من و تو ته نداره بفهمی. اینو که من همون دو سال پیش بهت گفتم. گفتم نوید من به اندازه کافی زخم خوردم نه یا که یه زخمم تو بزنی. گفتم من بابا بس کن داری حالمو هم میزنی قطع میکنی. سم سم گو خیلی خوب بد نکن. باشه نمیگم چرا حق داری فقط میگم این همه دختر چرا خواهر من؟ ببین صد بار بهت گفتم این ازدواج واسه شراکت بابا همونه بفهم دیگه. یعنی دوستش نداری؟ از
پس دوستش داری؟ این هرگز آدم ها عوض میشن، خواسته هاشون، هدف هاشون، هر چی بوده تموم شده، چه میدونم کم شد دیگه، موقعیت سن و سالت. ولی تو اصلا تو نه، شما احترام حالیت نیست با بزرگترت درست حرف بزنی. چرت نگو بابا، یه کار نکن کلا بلا کنم. خفه شو، دارم حرف میزنم. تو همونی هستی که میگفتی عدد تو شناسنامه برات مهم نیست، میگفتی اون فقط یه عدده. حفید یه ثانیه فکر منو کردی. بابا من که قرار نیست بمیرم، هستم فامیل میشیم میبینیم همش هم اینجوری بهتره که هر موقع هر کاری هم داشته بکنم ببینیم. چی داری میگی تو؟ چرا من تو بیشرفی جایی؟ گم شما با الو؟ الو نوید؟ الو؟ جان بابا چقدر اصرار میکنه، به خدا خودش هم دلش لگ زده واسه هرم، میشینه پشت این پنجره چشم میدوزه به اون گنبد طلا امام رضا. نمیشه به خدا حواری رو سم براش یه طوریش بشه جواب فامیل رو ما بده. اصلا شما بیاین. چشم چشم چشم، فقط موندم چقدر اصرار دارید تو حرم امام رضا ببینیمش. میگم چقدر اصرار دارید تو حرم. الو الو الو، لا لا الا الله. رمان من فردا اون کراوات آهیه رو بزنم با اون کچلا برا بروشم بیام سن برده رو یاد داره اون گروسی ندا بوشیدم اون با خود رو بردی؟ معشد اون کچلا لیزه برابر میگی؟ اون مثل من باشه این لباس پلوخونی و تخمه خوری و همینه اون هم مثل واسه عروسی بچه تو کلش میگوشه تجیر نظر گبرامون بالاخره امشب بعد از مدت ها رو هم میکاریم من که خسته شدم تو این آشخانه راضی کردم به فروشه بزا که دمت گرم واقعا گل کاشت اونجا رو دارم فقط چیزه به محض این که رسیم کرد اصلا من آمد میام باید بیفتیم دنباره باب توکیه بکنیم این یارو رفیق هم بود بدیه گفت من یه نامه سیروس من که گفتم راضی نیستم به گرفتن اینجور راضی میشی فقط باشم بربونه دارم راضی میشی بذار کارمون بیفته رو قلتک خودت متوجه میشی دیگه لونه مونش ساختم و اینا دیگه فایده نداره تو فقط این کارت جانبازی تو سیروس جان ببین فردا صبح زود باید بلنشیم بریم حرم عقد بچه هاست برو بگید بخواب که صبح خواب نمونیم منم میرم بخوابم شب بخیر قول میکنم خودت چه غلطی میکنی؟ یه گاف سرت میزنی میای تو. بابا تو در زدم من ازش شدم اصلا لباس سرم نیست رو سرم نیست. سرم نیست بابا سرم نیست ببینم. گوشی من دست تو چه غلطی میکنه؟ بده من ببینم. فایلش رو بابا افتو بزنی دست بابا گفتم لی نشه. هرچی کاری نکن کاری کنم نفس نتونی بکشی ها. فعلا که از فردا دیگه تو نمیتونی نفس بکشی شازده دیگه مونده بعد باشه. حالا از فردا میبینی میشه نمیتونی نفس بکشی. بله میبینی. راستی فهمیدین پیرزن رو زد رو به فروش اون آره؟ معلومه که فهمیدم. آها اینم میدونی بابا میخواد سهمشو از تو کلن بزنه به اسم من دیگه. چه غلطا؟ مگر اون جنازه ای من بچه؟ اون جنازت هم رد میشه. تو چه غلطی که نوید؟ با تو ما؟ بابا تو سهم خوب از هتل بهم داده بود. بهت بگم؟
فکر کردی علکی میگم نه؟ فکر کردی من بچه‌ام دسته بشه ازش دارم کتبی؟ بفرما امضا کیه؟ دستخط مال کیه؟ فکر کردی من علکی پشت آمادم بشر؟ این منظریه؟ این اعتبار ندارم بی سواد. ببین من به حرف بابا و اول سمه خوب از هتل راضی شدم با این دختر ازدواج کنم و که شراکتش تضمین شه بودم ها بخوای کرم بریزی بدجوری بشه تو ببند دهن تو من آدم ازدواج این داستانه نیستم راضی شدم سه ماه رو مخون دختر کار کنم که پریشب نه نشنه چون اول سهم کل هتل از بابا گرفتم الان هم بهش گفتم که همش رو میخوام همش هم باید بده وگرنه من دیوونم همه چی رو داغون نه باری کلا کارت درسته آفرین نوی باری کلا یاد گرفتی تکرار شدی یه زمانی میگفتی من و مادرم و خواهرم همه که با هم سهممون میخواد الان میگی فقط نه من الان هم همونو میگم ولی من که میدونم تو واسه چی اینجایی برای همین میخوای پول دستم خرید گفته جسو پاتو بکش بیرون مرزی وگرنه اون روی سر چی برای چی آخه تو بی شرف بازی یادت مهلت میده سرتو بالا کنی ببین دنیا دستی که فوکل ببین شاسه خیلی خانومی کردم این چند وقت به بابات هیچی نگفتم خدایی این به بعدم خانومی میکنم نه به بابات نه به باباش نه به ساناز نه به سیامک نمیگم دیگه چه رد و بدل اگه با نرگس خانوم داری بله شاسه حواستو جمع کن پاتو رو دور من برمیداری من دو تا دختر دوری 16 سالمو ول کردم گذاشتم پیش مادرم هزار جور هر حادثه به جون خریدم شدم زن دوم بابای تو برای اینکه از بی پولی و در بدری خسته شدم نمیذارم بچه‌هام بدبخت بشن نمیذارم هر خرجی دلت خواست بکنی ببین میخوای حرف بزنی حرف دارم بزنم بابا با ها زیاد میفهمی که ها اون محله یه گوهی که تو ازش اومدی بیرون من صد تا رفیق خط خطی دارم که بد جوری آمار توی که دارن پا واسه من زر نزن بشین سر جاد چی میگی بابا دور برداشت منم هیچی بهت نمیگم اونا همه واسه قبل این بود که زر بابا چم آره چیه؟ ها؟ اینه بلال راتیش داری چه نیست برس میکنی؟ آخه بد حالت گرفته شده دلم در بیسوزه ببین همین که اومدم جای مادر تو گرفتم خوب حالا تو گرفتم نه؟ چی برگرده بریم میگه خوبه میگه تو کثافتی تو آشغالی
رفتی شدی زن دوم یه مرد پولدار بی خود میکنی با پول اون برامو لباس بخری. میبینی بچه‌مو چه کار میکردم؟ ها؟ 10 سال شد دیگه شوهرم با موتور رفت زیر وانتو جا در جا مور. چه کار میکردم؟ تاریک دنیا میشدم زانوی غم بغل میکردم؟ واسه کی؟ واسه مردی که قد یه ارزن دوستش نداشتم؟ قد یه ارزن برام مردونگی نداشت؟ بابا برم کن تو رو قربان. آدم بی خودی بد نمیشه، زهر مار نمیشه که. آخه اصلا من مثلا کجا سیروس کجا؟ من چیکار به کار سیروس داشتم بابا؟ اصلا من ولش کن. خودتو آخه چیکار به کار نوید داشتی آخه بابا؟ من مثال از همه چیم گذاشتم، از همه چیم گذاشتم، ولی تو بگو 10 سال اون که دورت میزنه دیگه وسط قریب هست. بابا نرگس از ساده نباش دختر، واسه باش انتقام تو بگیر. ببین نمیگم فایده نداره، داره نه نداره کلن، آره کسی که نخواد بفهمه کلن نمیفهمه، ولی نگاه کن منو، نزار حرفی تو دلت بمونه، بمونه گنداب میشه به ولاد درد میشه ها. نرزی راست آدم ها که بی خودی بد نمیشن، خار نمیشن، زهر مار نمیشن. ببین چجوری زهر مار شدم؟ نرگس چون برات نگم کجا من لار شدم، دهم وا نکردم، برای که میدونستم دیگه، حرف بزنم یا تقصیر خودت دیگه. چرا؟ چون زنی. اینو نگاه کن نرگس، نگاه کن، این الان اینه یه بوم میمونه دختر، با این میتونی دنیاشو بهتره کنی. چرا نه؟ ها؟ چرا نه؟ تو استخونه پس مونده ای صفراتو پرد کن جلوش، میخواد خواهرت باشه یا هر خره دیگه ای؟ والا اصلا دیگه به تهش فکر نکن که چی میشه، پشت سر چی میخوام بگن. مگه یکی از تو پرسید نرگس بدبخت خرد به چمن؟ ببین انتقامتو بگیر، ساده نباش. مرزیه؟ ساعت چنده است؟ نزدیک 12. یعنی تموم شده؟ تموم شده نرگس، تموم شده. عزیزم پاشو بریم دیگه. کجا بریم؟ این همه حال خوب اینجا رو بکنیم کجا بریم؟ قربونت برم، حال خوبای ما که مونده بابا، تازه اولش ها. شما چرا نرفتیم برای عقد؟ باید مادرتون رو میدیدم، حرف داشتم. راستش برای نماز صبح که بیدار شده بودم رفتم بالا سرش دو فوت رفت. به خاطر حرفای بابام رضایت دادم به فروش خونه؟ ها میفتن این جنباز بگردیم همه مادر دارم. باید مادرتون رو میدیدم، حرف داشتم. چرا؟
جباری میشه لطفاً خونه رو به بابا مشریکش نفروشی؟ من دیگه اختیارش با شماست. نفروش؟ چرا؟ آقای جباری بابایی من جانباز جنگ نیست. پاش تو جبهه اونجوری نشده. تو نوجوانیش استخون لگن پاش سیاه شده، عمل کرده به خاطر اون لگن میزنه. میدونم زودتر باید میمندم اینها رو به مادرتون میگفتم. تو رو روح برادر شهیدتون خونه رو بهشون نفروشید. جان قسم نده قول فروش هم خونه رو که مادر بده رفت. موفق کنم. میشه خبرم کنی؟ من بر نمیگردم کراج مشرف نمیم. ممنون که گفته. جونم چطوره بکنه برام خوبی؟ ببین من پشت فرمونم نمیتونم تایپ کنم. میخواستم این رو بگم. ببین یه چند روز دیگه بابات قراره که برن مشهد واسه سند زدن اون خونه ها و کارهای هتل انجام بدن. خب من رفتم رو موقع بابا که خانوادگی با هم بریم. بعد تو هم حتما برو مرخصی دیگه بیا بریم. خوش میگذره برو برت برم. خب نگی نمیام برو کارکاراتو بکن. فلات بشم حالا من برسم خونه حتما بهت پیام میدم. فعلا حقش هرچی زرش اومده. ولی الان خوب میفهمم حالتو. یه زن وقتی میبینه یکی از جنس خودش جاشو گرفته میریزه به هم، هر کاری میکنه که زهرشو بریزه حتی اگه به قیمت آبروش باشه. گاهی وقتا یادم میره دیگه نیست. یادم میره همه چی تموم شده. مثل تو که گاهی یادت میره سیروس دیگه حتی بهت فکرم نمی کنه. پنجشنبه منتظری بیاد ملاقات. بد میشی یه زن بد دهن. زن ها میشکرن بد دهن میشن. تلخ میشن. تلخ شد. بد دهنی کرد. اونا هم بهم میگه تو بی شرفی نامردی. من به یکی نگاه میکردم که بی شرف نمیشدم. به بابا که به تو هنگ روانی بودن زد گذاشته داستایش کرد رفت یه زن جوان گرفت. من هر کاری کردم واسه این موتور از اون جهنم بکشم. اسکرین شات دارم میگم. اسکرین شات از تموم پیاما. پیامای عاشقانه چرت پرده اونجوری بهم گفت فتوشاپه. قسم خورد دستمو گرفت برد درست همونجا که عقد کرده بودیم. قسم خورد. بابا برای چی اومدی دنبال من دیگه کلاس زبان نمیرم. میخوام برگردم مشهد. آقا جعفری ما باهاش 30 بار به شما زنگ زدم پاسخگو نبودی. پیاما رو چه کنه دار فرض شما. ببین قربونت برم من با شریکم به مشکل خوردم. بفروشید این دو تا خونه زیر قیمت بفروشید. خودش دیگه خود نرگس از تمام پیاما اسکرین شات گرفت دمش گرم برای همه فرستاد قید آبروش هم زد. من چی میدونم آقا شده جفت اون آرام بفروشین زیر قیمت. نه بابا من کارت جانبازیم کجا بوده. بابا گفتم که یه مقدار پول میخوام. گفتم که میخوام برم مشهد. همه اون اسکرین شات و فتوشاپ بود نه. چقدر تو ساده ای نوی. آخه نوید گردن میگیره؟ نه دیگه گفته فتوشاپ اونم باور کرد. ببین حرفا رو ولش کن. من موعد سیغم با این سیروس تموم شده. بهش بگو من رفتم. چی؟ مرضیه؟ بیجا کرده برش میگردن با چک و لگن. برام فرقی نداره کار کی بوده. حتی برام فرقی نداره راست یا دروغ. ساناز بابا این نوید چرا نمیاد تکلیفت رو معلوم کنه؟ نمیخواد. یاد حقت بده برو برو پدرش. چی میگی؟ بابا تو خیلی ساده ای گلان رد دادی هتل چی هتل پرید دیگه قربونه. نه دیگه خونه وسطی ها نفروختن هتل پرید. نمیده خاک برسد تو من اون کنون قبرسون در نگستی؟ احضوریت داد با آمده برات بدبخت. میگیرم تا قیرون آخر حق بچه ما ازت میگیرم.
الو 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 صدای من الو 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 الو